الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله متعال برای ما شما ای پیام را داد که الله مالک آسمان ها و زمین است و آنچه که او بخواهد فیصله می کند. بناهن فیصله الله متعال قابلیت تطبیق را دارد، نه آنچه که چند نفری با هم بشیند و فیصله بکند. امام احمد و ابو داود این قضیه را روایت میکنه که یهود به نام رزیله و به نام عزیزه به اصطلاح دو فرقه را ساخته بودن، فصل بنی نذیر و بنی قریظه است و این بتو یک تعبیر را از خود داشت که ارگاه بنی قریظه کسی را میکشت باید دیت را مکمل میگرفت و اگر جانب مقابل بنی نذیر میکشت نصف دیت میدادن. در مابین خودشان به اصطلاح دست بالا و دست پایین را ساخته بودند. روزها گذشت، وقتی که قتل صورت میگیرد بعد از این طایفه یکیش میاد پیش رسول علیه السلام و میگه که در مابین ما فیصله بکن. وقتی که این قضیه را میخواهند و فیصله تویز که در شریعت الهی گپ برای قوم نیست، برای نژاد نیست، برای یک سمت نیست، قانون در عام قابلیت تطبیق دارد، بعد از او باز ناباوریشان بیشتر میشود و الله متعال آیت ها را نازل میکند. در ضمن این پیام را هم میدهد که یک گروهشان را رایی میکردن که تو برو ببین که چه رقم فیصله در حق ما میکند، اگر مطابق رضایت ما شد به فایده ما بود خونه میپذیریم و اگر به فایده ما نبود باز میگویم که شریعت ما از شریعت شما فرق میکند و ما اتکا میکنیم به پیامی که الله به ما فرستاده است. بنان در حقیقت بازی میکردن با احکام خداوند متعال و قانون و آماده نبودن برای پذیرش یک نظام که الله متعال برشان داده بود. طبیعی که وقتی که اینا یک قضیه را میخواستن و پیغمبر علیه السلام میخواست که با یهود تعامل بکند، بنابراین هر خواسته ای از اونها را وقت برش میداد، پیام برش میداد، شریکشان میکرد، زیرا تعهدات همراهش داشت، ولی این مردم غلطی میکردن. پیغمبر علیه السلام ایران میمان که چی رقم مردم است؟ در ظاهر یک چیز میگه، بعد از او با دیگه چیز میکنه. الله ای آیت ها را کلشه که بسیار زیاد آیت هاست و ای در حق امین مردم غلط که امیشه توجیه غلط میکنن، تعبیر غلط میکنن، در ظاهر یک چیز میگن، در ورا دیگه چیز را مطرح میکند، الله نازل میکنه و با یک دستور که یا ایها الرسول ای پیغمبر لا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر، اندوهگین نکند تو را الذین یصارعون فی الکفر، کسانی که می شتابند در کفر، کسانی که سعی در کفر میکنند، هر جای کفر است امو طرف می دوند، من الذین قالوا آمنا، از کسانی که گفتند ما ایمان آوردیم، بی افواههم بدهنهای خویش، ولم تؤمن قلوبهم، و حالا که ایمان نیاورده دلهایشان. بنان یکی از وسائل استفاده یهود منافقا بودن، با آنها بسیار خوب تعامل داشتن،
روابط هم رایشان داشتن. اونها را تحریض به یک کار میکردن تا رسول الله صلی الله علیه و سلم را جگرخون بکنند. بنان گپ اصلی از یهود بود، مطرح نشد به زبان یک مسلمان و تعلیم اصلا یهود میداد، ولی از زبانی که مبرامد از زبان کسی که میگو من مسلمان هستم. الله متعال میگه غمگین تو را نکند آنانی که در کفر میشتابند. مراد از کفر چیز؟ در رضایت یهود میشتابند قبل از اینکه رضایت تو را در نظر بگیرد، زیرا که اونا در ظاهر گفتن ایمان آوردیم به زبانها در حالی که دلشان معتقد به او نبود. و من الذین هادو، و غمگین نکنه تا آنانی که یهودند. چی میکنه این مردم؟ سماعون للکذب، شنوندگانند دروغ را، همیشه قضیه دروغ را میشنود. ما یک نکته را در ابتدا بر شما تذکر داده بودم که در قرآن کریم تأکید فراوان سرزی قضیه میرود که تبلیغات باید رویش گرفته شود، و ای آیت ها هم که نازل میشه در حقیقت بند میکنه تبلیغاتی که هجوم میآورد بر جامعه. پس یکی از قضایای بسیار مطرح همیست که سماعون للکذب، همیشه اینا کوشش میکنن تخریب بکنن، آوازه ها پرتن، شکوک و شبهات پرتن. مردم منافق و یهودا همیشه به می دروغ پردازی ها چی میکنن؟ که خودشان مطرح میکردن باز خودشان او را گوش میکردن. سماعون للکذب، بسیار شنوندگانن دروغ را. سماعون لقوم آخرین، و شنوندگانن برای گروهی دیگری. در اینجا سماعون برای چیز؟ انتقال دهنده هستن امی دروغ ها را از قوم دیگری برای دیگری و جاسوسی میکنن. بلان سماعون لقوم آخرین، اونا جاسوسانن برای گروهی دیگری. لم یعتوک، که انوز نیامدن نزد تو. پس یک گروه یهود کی رای میکرد؟ یک گروه رای میکرد شما ببینید که چی میگوید. اگر به طبیعت ما برابر بود قبول میکنیم، و اگر به طبیعت ما برابر نبود قبولش نمیکنیم. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، تبدیل میدهند کلمات را. مراد از کلمات کتاب است. تبدیل میده کتاب الله را من بعد مواضعه، بعد از ثبوت آن در مواضعش، بعد از اینکه آیات ثابت در جایش است، حکم واضح در جایش است، این را به واسطه فرستادن یک گروه نزد رسول علیه السلام تغییرش میدادن. تو برو که چی میگه در باب رجم، اگر گفت که نه سنگسار نیست باز اینم ما قبول میکنیم. یقولون، میگوید این اوتیتم هذا فخذوه، اگر داده شود شما را این حکم، یعنی نبود سنگسار، فخذوه، پس قبولش کنه، پس قبولش بکنه، خوب است، به فایده ماست. و ان لم تؤتوه فاحذروا، و اگر آن را داده نشوید فاحذروا، پس اعتراض بکنه از قبول حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس در حقیقت چی میکردن؟ صفت بد یهود امیست که قوانین را به منفعت خود دور میدادن، قانون را به منفعت خود تفسیر میکردن. و من یرید الله فتنته، و هر که را اراده کرده است الله متعال گمراهی او را، فلن تملک له من الله شیئا، پس هرگز نتوانی برای او از الله متعال شیئا، چیزی را از هدایت برش داده نمیتونی. زیرا اصل قضیه در دین ایسته که انسان از دین قبول میشود. ارگاه دین به ملعبه قرار بگیرد و چیزی که به طبیعت خودت بود بپذیری، چیزی که به طبیعت خودت نبود نپذیری، در حقیقت انحراف بزرگی است. اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم، اینها مردانی هستند که نخواست از الله متعال ان یطهر قلوبهم، که پاک گردانند دلهایشان را. پس مرکز ایمان چی است؟ دل است. ارگاه دل پاک نبود جوارح پاک نمی شود. پس چون محل قمانده چی است؟ دل است. الله می فرماید الله چون نخواست است که دلهای از اینها پاک شود، به عقیده ایشومی که دارد و به قصد ایشومی که دارند. و ای تو هم نمی شود که یهود و منافقه هرچی که بخواهن اموتو شود و به تعبیر خودشان زندگی را آراسته بکند. لهم فی الدنیا خزیون، مریشان را از در دنیا ذلت و خاری، و لهم فی الاخره عذاب عظیم، و با آخرت هم برشان عذاب بزرگ است.
سماعون للكذب، بسیار شنوندگانند سخنان دروغ را. از صفات منافق و اهل کتاب مبتذل یکی همه میسته که همیشه به تبلیغات گوش میکنند، سماعون للكذب، بسیار شنوندگانند دروغ را. یک صفت اکالون للسحت، بسیار خورندندگانند حرام را. پس قلبشان پاک نمیشود. چرا پاک نمیشود؟ از یک طرف حرام میخورد، بنان دلهای گنده پیدا میکنند. دل که گنده شد همیشه میخواهند که حقایق را از پیش طرفه برآورند. پس به دروغ چی میکنند؟ همیشه گوش میکنند، پشت تبلیغات میگردند و پشت تبلیغات میدوند. این قاعده برای کل مسلمان ها هم است. هرگاه انسان حلال و حرام را نشناسد و هر چی که آمد خورد و هر چی که آمد گرفت، اولین چیزی که از دست میدهد همان نورانیت قلبش است. پس قلب کار نمی کند، قلب نورانیت ندارد، روشنی ندارد، پیام نمیتونه بگیرد، پیام نمیتونه بدهد. وقتی که چنین میشود طبیعی که مورد انحراف طبیعتا قرار میگیرد. فان جاءوک، پس اگر بیاین نزد تو، باز هم یهود بیاید نزد تو تا تو در مابینشان فیصله بکنی، فحکم بینهم، پس بر مابینشان فیصله بکن مطابق برزشایی که تو به او باور داری، او اعرض عنهم، یا ای که طبیعتت برش نخورد چون غلط می آمدن، قصد از ایره نداشتن که مجرم جزا ببیند، او اعرض عنهم، یا اعراض بکنی از ایشان، و این تعرض عنهم، اگر اعراض کنی از ایشان، فلن یضرو کشیئن، هیچ زیان نرسانند برای تو. این در حقیقت یک نکته ای است که در احادیث رسول ما صلی الله علیه و سلم به ما شما توضیح شده که در روز قیامت خداوند متعال او دانشمندی که مورد سوال قرار می گیرد و فتوا و پیام را برای جانب مقابل نمی دهد، الجم بلجام من النار، پس الله متعال با قیزه های آتشین امرایش معامله می کند. پس پیغمبر علیه السلام خود در رأس علما قرار دارد. ارگه اونها بیاید و بخواهند که تو سرش حکم بکنی، اگر حکم نکنی چی خواهد شد؟ بنا الله برای چی کرد؟ که نه، فرق میکند، فرق میکند جایگاهی که در او وقت مستقل بودن یهود. در او وقت یهود چی بودن؟ مستقل بودن. چه رقم مستقل بود؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم امرایشان در مدینه منوره معاهده کرد، با اساس از اون معاهده استقلال داشتن که به شریعت خود عمل بکنن، به نظام خود عمل بکنن و هر چی که میخواستن او را بکنن، چون اوجا تعهد بود. آل ایتونیست، آل ای کسی که در زیر چتر حکومت اسلامی زندگی میکند، قوانینی که سرش نافذ است، قوانین اسلام سرش نافذ است. پس مطابق با قوانین اسلامی چی میشد؟ محکمه میشد. در اوجا بازی قضیه نیست که یهود است، این نصارا است. دقیق شد انشاءالله. از این خاطر به پیامبر رسول در او وقت میگه که او اعرض عنهم، یا اصلا اعراض میکنی برش، بگه که شما میفهمین و همو بیت مدارستان میفهم، ابن سوریایتان میداند که سر شما فیصله بکنه. و این تعرض عنهم، اگر اعراض کنی از ایشان، فلن یضرو کشیئا، هیچ زیانی را رسانن برای تو از تبلیغات شومی که باز میکند. یعنی زیان خود بر تو بیازه رسانده نمیتون، زیان تبلیغاتی هم با تو رسانده نمیتوند که بگه که اینا ما رفتیم میخواستم که امرایش نزدیک شویم، واه 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 کار را بکن. نه، با جرأت میتونی که برش بگه رنگتان دگر برین از پیشم. و این حکمت، و اگر فیصله کنی، فحکم بینهم بالقسط، پس فیصله کو در مابینشان بالقسط، به انصاف، پس فیصله را به انصاف بکن، اگر چی دوستش نداری، اگر چی به تو ایمان ندارن، ولی باز هم که آمد این قضیه را باز بردارین که کی است. ان الله يحب المقسطين، یقینا الله دوست دارد انصاف کنندگان را. الله انصاف کنندگان را دوست دارد. از این خاطر است که در شریعت الهی ما هر کسی که به حاکم پیش می شود بدون رنگش، بدون دینش، بدون عقیدش، بدون این و آنش، مورد چی قرار می گیرد؟ او قاضی باید امرایش معامله بکند. و ما می بینیم که در خلافت اسلامی بسیار وقت شده که حاکم را خواسته از قاضی، حاکم را خواسته از قاضی. از این خاطر میبینیم که حضرت علی کرم الله وجهه هنگامی که زره خود را در دست یک یهودی میبینه که دزدیش کرده، ادعا میکنه که زره از ماست،
یهودی میگه که نه از ماست. پیش قاضی که میرد، قاضی میگه به حضرت علی کرم الله وجهه که شاهد بده. با وصفی که قاضی دقیقا این نکته را درک میکنه که حضرت علی کرم الله وجهه از نظر تقوایش، از نظر علمیتش، از نظر دی که امیر امت اسلامی است، خلیفه امت اسلامی است، سر یک ذره دروغ میگوید، ابدا چنین نیست، ولی میگه شریعت ظاهر میبینه. برش میگه که با تمام احترام که برات دارم باید گواهی بدی، شاهد بدی. حضرت علی کرم الله وجهه حضرت حسن پیش میکنه که این شاهد ماست، میگه که این فرزندت است، این نمیتونه گواهی بده. پس غلامش پیش میکنه، گفت این همون گواهی من. گفت نه، این خو غلامت است، تو کسی را شاهد بده که او تحت سلطه ای تو نباشد. شما میبینید حضرت علی گفت که دیگه کس ندارم. گفت در این صورت معذرت میخوام، من با فایده همی یهودی فیصله میکنم، زیرا ذلیت کی است؟ یهودی است، بسا ذلیتش فیصله میکنم. ارگا که چونین کار کرد، یهود فهمید که چی عجیب دینی است که در اینجا خلیفه امت نمیتونه که از قانون فرار بکنند، باز مسلمان میشود، ایمان میره، الله در مو هدایت برش گذاشته بود. ان الله يحب المقسطين، الله انصاف کنندگان را دوست دارد. و آیات قبلی را هم در باب سرقت خواندیم که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، بس اگر فاطمه دختر محمد هم دزدی بکنه و دوستیش به شما بیا دستش قطع می. بس ای است که ای تعامل به معنای واقعی. و کیف یحکمونک، و چی گونه حکم میگردانه تو را ای پیغمبر؟ و عندهم التورات، حالان که نزدشان تورات است، در نزدشان تورات است، فیها حکم الله، در آن تورات حکم الله متعال واضح نوشته شده است که هر کسی که زنا میکند جزایش رجم است، سنگسار میشود. حکم این سنگسار در تورات کنونی هم در سفر تثنیه در باب 22 شماره 22 آلی هم تصریح هست، یعنی در توراتی که با وصف تحریم آلی هم در این سفر تثنیه و سفر تثنیه وجود دارد. و کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک، باز اعراض میکنن بعد از آن، بعد از اینکه در کتاب خودشان است، واضح حکم معلوم است، او را اعلام میکنه نزد تو میآیند، ارگاه تو فیصله بکنی به مطابق کتاب، یتولو، باز رو میگردانند. من بعد ذلک، بعد از اینکه حکم برشان واضح شد، اصل قضیه ده چی است؟ و ما اولئک بالمؤمنین، بس نیستن ایشان مؤمنان، مؤمن نیستن، باور ندارن. یعنی در حقیقت قانون چی میکند؟ از دل قبول نمی کند، با او باور ندارد. بنام رسول علیه السلام را میگه که انا انزلنا التورات، هر انا ما نازل کریم تورات را، فیها هودن، که در آن هدایت، در آن هدایت بود به سوی حق، احکام بود که به سوی حق چی میکد؟ هدایت میکد. و نورون، و همین رقم روشنایی بود برای برطرف کردن تاریکی که در عقاید بود. پس در تورات چی بود؟ دو پهلو بود، یک طرف احکام روشنی که حق را از باطل جدا میکرد، از طرف دیگر روشنایی که فکر باطل را، عقیده باطل را، او را هم از بین میبرد. پس یک شی بسیار زیبا بود. ایتو کتابی بود که یحکم بها النبیون، پیغمبرها سرش فیصله کرده، تنها حضرت موسی علیه السلام نه، یحکم بها النبیون، جیل از پیغمبرها سرش فیصله کرده است. الذین اسلموا، آنانی که منقاد بودن به حکم الله متعال، آنانی که به حکم الله منقاد بودن سرشان فیصله کرده. اینه میگه موصوف بالمدح، پیغمبرها تویز که منقاد هستن، جهت ستایشان یادش میکند. للذین هادوا، برای یهودان، و الربانیون و الاحبار، و حکم میکنن به می تورات،
الربانیون خدا پرستان زیاد و الاحبار و علما. دو چیز اما تو بر ما آمده، دو چیز آمده، یکی کسایی که تاریک دنیا بودن با دنیا هیچ سر و کار نداشتن و کل زندگی خود را وقف کرده بودن برای خدمت دین، او مردم را به نام ربانیین در قرآن کریم تعبیر میکنند. ما در اصطلاح به اصطلاح امروز برش اصطلاح تصوف میگیم یا اصطلاح زهد میگیم یا اصطلاح معارف برش میگیم، عرفا برش میگیم، والاحبار و علما. پس به این تورات اردو گروه فیصله کردن و حکم راندن. تورات کتاب عادی نبود. احبار جمع حبر است، کسی که اثر نیک از خود بجا میگذارد، اثر نیک را از خود بجا میگذارد، باز به اساس امو که این اثرات نیکش چنان قوی است که قابل پذیرش برای مردم میشود و این اثرات نیک تعقیب کرده میشود از طرف مردم، مردم را میپذیرد. بمستحفظو من کتاب الله، با آنچه که حافظ گردانیده شدند از کتاب الله متعال، به خاطری که خواسته شده بودن از آنها حکم به الله متعال، به کتاب الله متعال، و کانوا علیه شهدا، و بودن به آن گواهان، و کانوا علیه شهدا. پس پیغمبرایی که بعد از حضرت موسی علیه السلام آمدند و ربانیون و احبار، اینا کسایی بودند که و کانوا علیه شهدا، بر تطبیق از این قانون اونا علم داشتند. ما گفتیم که شاهد به معنای عالم است، شاهد به معنای کسی که اعلام میکند. شاهد را چرا شاهد میگیم؟ به خاطر که قضیه ای که او را اعلام میکند با او اول علم دارد، بعض علم خود چی میکند؟ اعلام میکند. و شهادت به معنای اقرار است. بنان و کان و علیه شهدا، ربانیون و احبار ام به این قضیه علم داشتند، یعنی هم این قضیه را اعلام کردن و هم به این قضیه اقرار کردن. پس ارسی نقطهش در جا درست می شود. پس وقتی که قضیه واضح است، فلا تخشوا الناس، پس ما ترسید از مردم، پس ما ترسید از مردم، وخشونی و خاص از من بترسید. این یک پیام بسیار بزرگ است. ارگاه حکم دینی را فهمیدین، ای احبار، ای علما و ای کسایی که ربانیون هستن، پس در تطبیقش و در تعبیرش فلا تخشوا الناس، از مردم نترسید، از حکومت ها نترسید، وخشونی، تنها و تنها از من بترسید، تنها از من بترسید. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، و ما خرید با آیات های من ثمنا قليلا، عوض اندک را، پول اندک را. پس هر قدر در دنیا پول زیاد داده شود بر تو، هر قدر که زیاد داده شود، ارگاه او را مقایسه بکنین در مسائل عقیده هیچ چیزم نیست. پس ای احبار و ای ربانیون، در بیان دین خداوند متعال معامله نکنین، ای را صریح چی بکنین، ای که کی قبول میکنه کی نمیکنه ای را بگذارین، ولی شما صریح باید باشین. چرا؟ این قضیه بسیار مهم است که ارد علما پت بکنن قضیه را و وارونه جلوه بتن، ارزش کتاب مفته. پس در اوجه باید صریح بوده باشم. ولا تشترو بی آیات ثمن قلیلا، یک پیام دیگه هم به ما میداد که ولا تشترو بی آیات ثمن قلیلا، معنای چیست؟ امیشه تحریف در مقابل معامله است. یعنی وقتی کتاب واضح است، حکم شرعی واضح است، حکم شرعی که عالم وارونه جلوه میداد، اطمان پول گرفتن، هیچ امکان ندارد، یا چوکی گرفتن یا پول، همین مادیات است دیگه، این مادیات است. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، و هر که موافق آنچه که نازل کرده شده از طرف الله متعال فیصله نکند و حکم نکند، فاولئك پس آن گروه هم الكافرون، ایشانن کافران، ایشانن کافران. پس کسی که فیصله نکند به حکم خداوند متعال، نا کافر است. ما در این سه آیت بعدی که میخوانیم
سه نوع تعبیر قرآن بر مال میدهد، فاولای که هم الکافرون، فاولای که هم الفاسقون، فاولای که هم الظالمون. کافر هستند، فاسق هستند، ستمگار هستند. معنا چی میدهد؟ حاکمی که حکم خدا بر از طرف ربانیون و احبار گفته شود و او فیصله نکند، سرش به او گردن نگذارد، او حاکم کافر است و مسلمان نیست. ارگاه ملتی که حکم خدا برش گفته می شود و سر باز بزند، فاسق است. و مامورینی که مردمی که در او واقع شدند، ارگاه دلشان به طرف حکم غیر الله برود، ستمگار هستند، یعنی به حق نمی رسند، به حقیقت نمی رسند. و کتبنا علیهم، بنان دستور دیگه ایم است که در ایجا هم امو تحریف یهود را خداوند مطال بلند میکنه. یک تحریف در کجا آورده بودن؟ تحریف به معنای کتمان بود، قبول نمیکردن که سنگسار در تورات است، او را الله مطال برش بیان کرد. یک جا هم تحریف آورده بودن و تقسیم بندی کرده بودن. اگر مردم عزیز و پولدار اونها اگر کشته می شوند، اینا باید کسی را می کشد، کشته نمی شود، بلکه دیت باید بدهد، قصاص نباید باشد. و اگر کسی بیچاره باشد، او کسی را می کشد، باز قصاص سرش نافذ می شود. پس طبقه چی کرده بودن؟ یک نظام طبقاتی را جور کرده بودن. الله متعالی قضیه را چی می کنه؟ ای را بند می کند و می فرماید و کتبنا علیهم، و نوشته کرده بودیم، فرض گردانیدیم، علیهم بر ایشان، فیها در آن کتاب، ان النفس بالنفس، که هر آن شخص در عوض شخص است. پس یک نفر کسی دیگر را کش، در مقابل چی می شود؟ قصاص می شود. والعین بالعین، و عضو در مقابل عضو است، چشم در مقابل چشم است. چشم کسی را کور کرد، در مقابل چشمش کور می شود. والانف بالانف، بینی در مقابل بینی است، بینی کسی را قطع کرد، بینیش قطع می شود. والاذن بالاذن، گوش در مقابل گوش، گوش کسی را کسی قطع کرد و یا کرش کرد، در مقابل یا قطع می شود و کر می شود. والسن بالسن، و دندان در مقابل دندان، کسی دندانی کسی را شکستان، دندانش شکسته می شود. والجروح قصاص، و عوض زخم ها مثل آن است، عوض زخم ها مثل آن است. ببینین که در قصاص اصل به چی است؟ به اساس مساوات است. در این چیزا مساوات ممکن است، ولی در جروح مساوات ممکن نیست، بسیار مشکل است. بناهن والجروح قصاص، و عوض زخم ها مثل آن است، بس قیمت بدل میکنی، جزا مالی میشود. چرا؟ ما نمیفهمیم که زخم چقدر چقر بود، چقدر آسیب پیدا میکنی، تو به امو اندازه کرده میتونی؟ این مشکل است. ببین چه مشکل است، فورا به بدیل تبدیل میشود. پس حکم واضح است، در مقابل جنایت جزا داده میشود، ولی به این معنا نیست که اسلام عزیز خواسته باش که حتما باید قصاصی شود، این تطبیق بکنه. اصلا قصاص برای چی است؟ برای امی که انسان در مقابل انسان برابر است، حقوق یکسان دارد، نفسش محترم است، جانش محترم است، آبرویش محترم است، همه چیزش محترم است. مورد تجاوز قرار میگه، دلش نباید بشکنه. دقیق شدین؟ دلش باید نباید بشکنه. او حریت و معظمت روحیش باید محفوظ بوده باشد. پس به ورثه مقتول چی میدی؟ که وقتی کسی را کشت، برش میگه که اینی هم کارت و اینی هم کلی از این نفر، آره ببرش برش، همی کار بکن، هیچ نوع مانعی در بینش نیست، تو به حقت میرسی. اینی هم به اصطلاح چکش، و اینی هم همو برمایک دندانش بون و کت چکش بزنی که دندانش بپارد، همی حق باید برش بده. در زمان وقتی که خوب فیصله کردیم و جانی را استاد کردیم و برای ورثه کسی که مظلوم واقع شده است او را تسلط برش دادیم که کار میتونه 100%، از این بعد حکام، بزرگا، سفیدا، امیر اینا مداخله بکنن،
و بگن که به خاطر خدا و به خاطر امی مسلمانایی که حاضر هستن امی را ببخش. دقیق شدن؟ ای را ببخش. نمیگه که مایتون کار میکنه، نه، با تواضع با انکسار امیر اسلامی بیاید، بزرگای علما بیاید، مردمای مطرح بیاید، اینا به اصلاح ریشانه بگیره و بگن که خیر است، یک بد را کرد و شما عفش بکنید. ارگاه که چونین کار صورت میگیره و ما کاملا او را تسلط داده باشیم، بعد از او کسی مداخله میکنه و معذرت پیشی میکند و قابل قبول میشود گفت، فمن تصدق به فهو کفاره له، پس هر که معاف کرده شد قصاص را، پس این عفو کفاره است برای وایش. این عفو چی است؟ کفاره گناهش است. ولی معنی کفاره اینه که برو چی شد، یا کسی را کشته بود و ورثه مقتول امیر اسلامی برش آمد، بزرگا برش آمد که خیر است امیر ببخش، این معنی بخشش نیست که برو سعیش بخشیدمش برقای قره برود. دقیق شدین؟ این معنی باز دوم بحث دارد، یکی بخش تأدیبیش است و یکی بخش مالیش است. در بخش تأدیبی صلاحیت برای قاضی است. قاضی چی میکند؟ مطابق با وضعیت ازی سرش فیصله میکند. مثل که حال ما شما مثال میبینیم که یک نفر به قتل خطا متر میزنه یک کسی را، وقتی که زد ایخو دیت سرش لازم میشود، زیرا قتل خطا است، باید دیت بپردازد، سر چطور سرش است. از طرف دیگری باز ما باز اوقات میبینیم که ورثه مقتول امی متروان امی بخشن، ولی حکومت بندیش میکنن، حکومت نمیبخششن. چرا نمیبخشن؟ زیرا حکومت مسئولیت حفاظت امنیت عمومی را دارد و تسلط حکومت بر قضایا باید بوده باشد، رعب و هیبت حکومت باید محفوظ بوده باشد تا مردم بی‌احتیاطی نکنند. بیتون با خیر است دیگه، پیسه دار هستم، برو بچه ایم اگه زیدیم چیش میتون دیتی تمیتون، نه، در پهلو باید چی شود؟ یک سال بندی هم شود. آلی هم الله میگه فهو کفارت الله، ای در حقیقت کسی که عفو میکند قصاص را، عفش کفارتی چیش است؟ به اصلاح قصاصش است، بخشش میشود، ولی به معنی از اینه که دیت را نپردازد. دیت خود با خود از قصاص خلاص میشه، به دیت مغلظه تبدیل میشود، دیت مغلظ را میپردازد. در پهلوی دیت قاضی هم حق دارد که جزای دیگری مرتب تأدیبی را هم سرش بگذارد. و من لم يحكم بما انزل الله، هر که فیصله نکند با آنچه که الله نازل کرده، فاولئک هم الظالمون، پس این جماعه و این مردم چی هستند؟ اینا ستمگار هستند. قضیه ایسته که الله متعال قانون را که کتابش است این را فرستاده برای چی؟ برای ماچ کردن؟ نه، این را برای تطبیق فرستاده. بنان ما برای سیکولرها میگن که خدا این تو میگوید، پروردگار ما چی میگوید؟ کسی که فیصله نمی کنه حکم خدا را کافر هستند، کسی که تطبیق نمی کنه حکم خدا را ستمگار هستند، ظلم میکنند. پس آل در کجاست که توی تو میگی که این دین خداوند متعال تطبیق نشود؟ آل اجازه ای از این را داریم؟ ای صلاحیت از این را داریم که بگم که ما فیصله نمی کنیم؟ اگر ما فیصله نکنیم یا کافر میشیم یا ستمگار میشیم. دقیق شد انشاءالله. پس دین خدا برای این نیامده که را تمام رو تلاوت بکنین و ختمش بخوانین، بلکه آمده کسی شود؟ تطبیق شود. وقفینا علی آثارهم، و در پی فرستادیم به قدمهای اوشان به عیسی ابن مریم، حضرت عیسی پسر مریم را. چقدر پیغمبرهای دیگر را فرستادیم فرستادیم فرستادیم، در اخیر چی کردیم؟ در نقش قدمهای انبیای گذشته ما فرستادیم حضرت عیسی پسر مریم را. چی میکردی حضرت عیسی؟ مصدقا لما بین یدیه، تصدیق داشت میکرد و باور داشت مر آن چی را که پیش از او بود. بس به اصلاح عهد قدیم را کاملا باور داشت، او را قبول میکرد. من التورات از تورات، و آتیناه الانجیل، و دادیم او را انجیل، او را انجیل دادیم،
فیه هودن و نور، که در آن هدایت بود، احکام احکام برش بود. بعضی چیزا برشیر کرد، بند بود سر بنی اسرائیل، حضرت عیسی علیه السلام برشی کرد، خلاصش کرد. و او بند بودن به اساس چی بود؟ غلطی یهود. بند بودنش به اساس تأدیب بود، جنبه تأدیبی داشت. حضرت عیسی علیه السلام امو حکم برشی کرد، برش داشت. و نورون و روشنی بود در توضیح ارزش های عقیده و فکر. پس انجیل آمد چی کرد؟ در حقیقت تفسیر کرد تورات را، تشریح کرد چی را؟ تورات را. و مصدقا لما بین یدیه، و باوردارنده مر آنچه که در پیش روی او بود. من التورات از تورات، و هودن و هدایت بود، و موعظتن و پند بود، للمتقین برای خدا ترسان. برای خدا ترسا و متقیا انجیل چی بود؟ پند و نصیحت. از این خاطر احکام بیشتر در چی است؟ در تورات است. انجیل جنبه تربیتی و نصیحتی دارد، زمینه را مساعد میکنه که حکم را بپذیری. بناء ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فيه. پس باید فیصله بکنند اهل انجیل بما انزل الله فيه، با آنچه که نازل کرده خداوند متعال در آن از احکام را. به ما انزل الله فیه، با آنچه که خداوند متعال نازل کرده چی؟ در تورات. چرا؟ این جنبه نصیحتی داشت و احکام در کجا بود؟ در تورات بود. و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. هر که فیصله نکند با آنچه که الله نازل کرده است، فاولئک هم الفاسقون. پس آن گروه، گروه چی است؟ فاسق است. آلی بیاین که گپی که حضرت حذیفه رضی الله عنه میگوید، که میگه نعم الاخوه لکم بنی اسرائیل، چقدر خوب برادرها هستن برای شما بنی اسرائیل. ان کانت لهم کل مره ولکم کل حلوه. هر جایی که ترخیص برای کیست؟ برای بنی اسرائیل اهل کتاب. هر جایی که شیرین است برای کیست؟ برای مسلمان هاست. بناهن آلی فکر بکنین، قرآن کتاب الله هست یا نیست؟ ایر رب العالمین برای ما به عنوان قانون فرستاده یا نی؟ در اینجا احکام وجود داره یا نی؟ اگر ما فیصله نکنیم، پس یا کافریم یا فاسقیم یا ظالم، یکی از یا خلاص نمیشه. پس فیصله را کی میکند؟ حاکم. فیصله را کی میکند؟ حاکم. اگر حاکم به کتاب الله فیصله نمی کند و دری دلش است که عدل را کتاب الله احقاق کرده نمی تواند، در حقیقت کافر است. دقیق شده؟ در حقیقت کافر است، زیرا عدل خود در کتاب الله است، انصاف خود در کتاب الله است. پس چرا ما نمیشی؟ از الله کرده تو مردم از یاد دوست داری؟ امکان نداره از الله کرده دوستشان داشته باشه. پس ارگاه حکام ثانوی که قاضی ها میشهد، وزیر ها میشهد، امیا میشهد، اینا حکم خدا را نافذ نکنن، اینا ستمگار هستن. قاضی چی میگهد؟ حاکم چی میگه؟ آه حکم خدا را نافذ بکنن. ستمگار کی هسته؟ خود ذاته که حکم الله را نافذ نمی کنن. به طور مثال در قوانین افغانستان حکم سنگسار است، حکم قصاص است، حکم دوره و همین کلش هست. پس محکم واضح است، ولی قاضی صاحبایی که عمل نمی کند، اینا ستمگار هستند. تو فیصله بکو من حیث قاضی، این فیصله تو صادر بکن، بعد تطبیقش بگذار که میشه نمیشه، ولی تو من حیث یک قاضی مسلمانی کار باید بکن.